منم هیچی، فقط زنگ زدم بهت بگم خیلی بیشعوری، مجبور اجاره خونه و پولو بدی والا برمیگردم و زندگی تو به گوه میکشم. اینو پیدا میکنی؟ سگشو ول کرده وسط محوطه بازی بچه ها، بچه هم داشت میرفت بغلش کنه که گرفتن. بهش میگم که ببر بیرون سگتو بگردون، میگه آخه بیرون خطرناکه. حالا شما کدام اومدی؟ منم که چیزی بهش نگفتم. دلخوشی و فیرزان هم فقط با همون سگشه دیگه. راستی؟ خانم خوشیدی، مبارکه. ممنونم، کارتتون رو براتون میارم. کجا میخواین بگیریم؟ تا همین شهرک میخواییم بگیریم. خب دیگه همسایه گفتم پول سالن ندید دیگه، تا مثل عروسی پسر خانم محسنی که یادتون هسته. بله بله، خب پس کارت لازم نیست دیگه، ما خودمون میاییم. تشکریم، خیلی ممنون، مرسی. بله بسی رضا چی شد؟ رضا که دیگه استاد شده بود. خانم با پرستاد میشته سرسدیل اونجا یه مغازه واسش گرفتیم اونجا داره کار. خیلی هم اشاره که موفق باشه. اشاره که همه موفق باشه. علی پسر بسیار خوب. بله خیلی کارش هم خوب بود واقعا. خیلی خوب بود، همه ازش راضی بود. بله خدا حافظ شما. به سلامت، خوش آمدید. خب ممنون ازتون. چهارشنبه حاضره دیگه. بفرمید
گوشتش نپخته. چرا؟ خوبه که گوشت باید آروم تو آب گوجه فرنگی بپزه. تو بازم فقط سرخش کردی. نمک بزن. با نمک درست نمیشه، گوشتش خامه. میخوای برات نون ماهی گرم کنم؟ دفعه بعد بذار آروم آب گوجه فرنگی بپزه. پدر سلام. سلام، شما مهمون پدرید؟ آره، نگفته بودن من میام؟ آه.
خوش اومدید. پدر کجاست؟ رفتم ببینم برق چرا قطع شده، چون بقیه بلوک ها انگار برق دارن. چیزی براتون بیارم؟ نه پدر، زحمت کشیدم. شما خانم آقای احمدی هستید؟ نه، ولی شما باید آقا پرویز باشین. آره، پدرتون از شما گفته بودن. این خونه چه نور خوبی داره. آره، اما اگه پدر اینجا بود تا حالا چراغ رو روشن کرده بود. اتفاقا 5 دقیقه پیشم میخواستن چراغ رو روشن کنن که فهمیدن برق نیست. بعضی اینجوری هم دیگه، تا یه ذره هوا تاریک میشه زود چراغ رو روشن میکنن. آره، اما این ساعت ها نور خونه خیلی قشنگ میشه. این وقتایی که خونه تاریک روشن میشه یه جوریه، هیچ وقت تو روز یا تو شب اینجوری نیست. این خونم چون طبقه بالاست خیلی قشنگتر حس میشه. قبلا هیچ وقت تو این نور ننشسته بودی؟ چرا؟ وقتایی که پدر نیست پرده رو میزنم کنار و اینقدر اینجا میشینم تو هوا تاریک بشه. به جز این وقت فقط صبح اینجوریه که اونم آدم ها معمولا خوابن. بعضی وقتا که بارون یا برف هم بباره خیلی خوبه، مخصوصا برف. سلام. سلام، درست شد؟ چقدر طول کشید؟ مسئول تأسیسات رو پیدا نمی کردم. خب شما هم همدیگه رو دیدید؟ منم الان اومدم خونه. ایشون آذر خانم هستن، ما قراره با هم ازدواج کنیم. چیزی نگفته بودین؟ گفتم سر فرصت بهت بگم. چه خوب، مبارکه. فکر کنم برق آسانسور اتصالی کرده، یه زنگ بهشون بزن بگو بیان یه نگاهی بهش بندازن. باش. بسرات که سر نره.
الان توی خونه پول ندارم. امروز باید همه شارژ یقب افتاده رو جمع کنم. قبلا هر 6 ماه یه بار میومدی. الان 2 ماه هم نشده. خوب دیگه. با این وضع قبضا نمیشه. حالا میگی چیکار کنیم؟ چقدر جی هست؟ ۱۸۰ تومن. صبر کن. ما که چک نمیگیریم. میگی چی کار کنم؟ خودکارتو بده. دفترتو هم بده. خامل مینویسم که اگه خواستی خودت بری نقدش کنی. بابات بگو فکر کنم ترمزش خوب نمیگیره. تا 70 سالگی بیدیم تحت درمان رو رسید بدونه هیچ دور رسید واقعا قرار بود. ولی مسئله یک وقتی در مورد مشکل صحبت بکنه چه مشکلی بگه چه حالا میخوای چیکار کنی؟ چی رو؟ عروسی رو؟ هیچ کاری نداری؟ گفتم اگه کاری داری بگو انجام بدم. کاری نداری؟ تو محضر عرب میکن. درباره آذر خانم هیچی نگفته بودی؟ پیش نیومد. چطور مگه؟ هیچ. من گفتم ببینم کیه. قبلا ازدواج کرده؟ آره. خانم خوبیه. آره. به خدا درسته. از این میزونتر وای نمیسه. کجاش میزونه؟ هنوز بالاست. یه ذره طبیعیه دیگه. اگه الان درست باشه 15 روز دیگه 1 سانت نامیزون میشه. اگه الان 1 سانت نامیزون باشه 15 روز دیگه میشه 2 سانت. منم بگذرم خانم رضایی نمیگذره. باشه ببینم چی کارش میکنم. برداشت هم دوباره نگاه کن اتصالی نداشته باشه.
یه خونه برات گرفته. جای خوبیه، مال یکی از دوستامه. اجارهشم خودم میدم. برای چی؟ خب من دارم ازدواج میکنم. اینطوری خودت هم راحت تری. من که راحتم. کاری به شما ندارم. هر وقت بخوای میتونی بری. گفتم یه چیزی برات اونجا بذاره. من یه عمر اینجا زندگی کردم. همیشه با هم بودیم. هر ماه یه پولی به حسابت میریزم. اینجا هم هنوز خونه پدرته. هر وقت خواستی سر بزن. من دارم یه چیز دیگه میگم. داری بیرونم میکنه. کیه؟ کیه؟
سلام. چند وقت اومدی اینجا؟ یکی دو روزه. از اینجا خونه ما رو دید میزنی؟ چی میخوای؟ من فقط داشتم این روزنامه ها رو دوباره میچسبوندم. مادر من کارمنده، تا 3 بعد از ظهر خونه نیست. شرمنده دیگه، این پول ماه پیشه به اضافه این چند روز. کیو میتونن مطمئن تر از من برای بردن بچه ها پیدا کنن؟ درسته، ولی تو دیگه اینجا زندگی نمی کنی. من هر روز صبح و زور سر وقت میام. مسئله این نیست، مسئله ماشینه. میتونی ماشین پیدا کنی؟ من که این همه مدت ماشین خانومتون رو سر وقت بردم و سالم آوردم. آره خب، ولی دیگه نمیتونم ماشین بدم دستت. یعنی بعد این همه سال مطمئنی امروز باید میدادمش؟ آره بابا، 4 روز پیش دادمش، تو قبض نوشته دیگه. تنهای اونجا؟ آره. چی کارا میکنه؟ هیچ، میگذره. خبر نداشتم رفتی، کاش میگفتی. یه اویی شد دیدی گفتم؟ نه بی خبرمون نذار، بهمون سر بزن. این نمیدونستی که من اینجا نیستم؟ میدونست، میخواستی چی بگه؟ چه میدونم؟ هیچی نگه. فکر میکنی اینا اصلا متوجه نبودن تو میشن؟ یه عمره دارن پشت سرت مسخرت میکنن، اون وقت میخوای جمع بشن اینجا و گریه کنن و بگن بابات خیلی نامرده. خودت هم جای بابات بودی همین کاری میکردی. مطمئنی؟ منم اگر بودم همین کارو میکردم. تو باید زودتر از اینا یه فکری برای خودت میکردی، دنبال یه کار میرفتی. خانم رضایی دنبالت بود،
گفت یه سری بهش بزنی. تو هیئت مدیره تصمیم گرفتیم که دیگه تنخواه دست تو نباشه. تو که دیگه اینجا نیستی، برات زحمت اضافیه. من که کار خاصی ندارم، هر روز میام اینجا، همیشه دم دستم. نه آقا پرویز، مسئله این نیست. تنخواه باید دست یکی باشه که ساکن شهرکه. یعنی چی؟ من یه عمر اینجا زندگی کردم، همه مردم میشناسنم، همه قبولم دارن. آره ولی اگه مسئله پیش بیاد ما دستمون به هیچ جا بند نیست. میدونی که پول کمی نیست. شما نمیتونین اینو بگین، باید از بقیه هم بپرسین. ما دیروز جلسه عمومی داشتیم. پدرم بود؟ آره همه بودن. اول قضیه سگا مطرح شد، بابات مثل همیشه میگفت کسی نباید تو محوطه سگ بیاره و همه نیم ساعت راجبش دعوا کردن. بعدم قضیه تو بود، همه رأی دادن. پولا رو براتون میارم.
سلام. سلام. مبارکه. ممنون. فردا یکم زودتر میاد کمک دیگه آقا پرویز. مهموناتون کی میان؟ هفت به بعد میان. چای زحمت کش. منم با مهمونا میام. باشه. خوشحالم. آخرش که چی؟ تا کی میخوای بشینی به این چیزا فکر کنی؟ بهشون فکر نمی کنم. پس چی کار میکنی؟ زندگی میکنم. من که به اونا احتیاجی ندارم. اونا به من احتیاج داشتن. مادرت میدونه میای اینجا؟ آره بهم گفت دیگه نیام. نمیترسی همینجوری میری خونه کسی که نمیشناسیش؟ نه چرا باید ازت بترسم؟ نمیدونم اگه نمیذاشتم اینجا سیگار بکشی بازم میومدی؟ نمیدونم. چرا
کامران داره دیوونه میشه. این یارو پیرزنه طبقه هفتمی هم سکته نکنه شانس آورده. حالا خوبه بچه‌ها مصدوم نشدن. کار خودشونه. ندیدی تو جلسه چی کار میکردم؟ خب اینا روانیه. کار یک از بیرونه. یارو بیکاره از بیرون بیاد اینجا سم بپاشه سگا رو بکشه. تو این 40 سالی که من تو این شهرکم آب تو دل هیچ کس تکون نخورده بود. بیچاره‌شو میکنه. خوبی پرویز؟ قربونت. میدونی چی شده؟ آره. تو چی کار میکنی؟ هیچ. بازم هیچ. چی باید بشه که تو یه تکونی به خودت بدی؟ تا کی میخوای راست راست را بری؟ از بابات پول بگیری؟ پادویی مردم رو بکنی؟ اینا هم هیچ آدم حسابت نکنه. میری سر کار؟ یه جا هست نگهبان شب میخوام. نه بله خیلی کار دارم. خداحافظ. چه کار؟ یه عمر که هیچ کاری نداری. چرا این کارو کردی؟ فکر کردی اینجوری منو آزار میدی؟ مگه همینو نمیخواستی؟ نصف سگا مردن. بقیه هم دیگه جرأت نمیکنن سگاشونو بیارن تو محوطه. همینو میخواستی دیگه. فکر کردی الکیه؟ هر گوی دلت بخواد بخوری؟ چرا نمیری بهشون بگی کار من بوده؟ دیگه از پول خبری نیست. اگه پول میخوای باید آدم بشی. نباید این کارو بکنی. چون اون وقتی که هیچی بین ما نمیمونه. این دفعه اومدی اینجا اینو با خودت نیار. اینو از کجا آوردی؟ یه ذره لباس توش داشتی خالیش کردم. تو به لباسای من چی کار داشتی؟ سگره بذاریم پیش دیگه. این قراره اینجا بمونه. چی؟
مادرم نمیذاره تو خونه سگ نگه داری. میخوام بذارمش اینجا. منم از سگ بدم میاد. بذار ببرش. خونه به این بزرگی میخوای چیکار کنی؟ اینکه جای نمیگیره. کجا؟ بیا برو بیرون. نمیشه اینجا بذاریش. چه گیرایی میگی تو؟ بذار یه هفته اینجا بمونه، احتیاجی از 12 شب تا صبح ساعت 9 اینجا راه میری، حواست به همه چی جمع باشه. هیچ مغازه داری شب نباید در مغازه بمونه. هر یک ساعت یه بار از جلو در ورودی رد میشی، نبینم یه جا نشستی و چرت میزنی. مگه در ورودیشو نمیبنده؟ چرا در ورودیشو خودمون میبنده؟ خب پس دیگه چی میخواد بشه؟ اینجا دوربین نداره؟ اگه داشت پول به تو نمیدادن اینجا بیه راه بری. سلام اکبر آقا. سلام. از امشب کمک کار داریم. سلام. سلام. برو کتری بزن به بر تا من بیام. چشم. این رسوله. پسر خوبیه. فقط بعضی وقتها یواشکی چرت میزنه. حواست باشه همیشه بیدار بمونه. نرین با هم راه برین و گپ بزنید. هر کدومتون توی یه طبقه میمونید. هر سه ساعت یه بارم یه دفتر یه چای یه روبه میخوری برمیگردی میری سر کارت. یه سری چیزهایی هم هست که من به رسول میگم بهت بگه. چشم باش. اسمشو چی گذاشتی؟ هنوز هیچ. Thank you.
وایسا کجا؟ چیه؟ سلام پرویز. شما این؟ سلام. ببخشید دیدیم تاریکی از اینجا دارید میری؟ خب مگه نشیدی چند روز پیش تو شهرک چی شد؟ یکی اومده بود همه جا رو سمپاشی کرده بود. مواظبیم هارون‌زاده رو بگیریم. خب حالا دیدی که منم. آره تو که اینجا دیگه زندگی نمی کنی؟ نه یه چند وقتی رفتم. چیه؟ نکنه به من شک دارین؟ نه فقط آخه این وقت شهر تو خجالت نمی کشی؟ من 30 ساله تو این شهرک زندگی کردم. تو اون موقع هم به دنیا نیومده بودی. همه شهرک منو میشناسن. اون وقت به من شک دادین؟ ببخشید شرمنده آقا پرویز. چطوری؟ خوبم. حوصله‌ات که سر نرفته؟ نه یه چیزی نشونت بده. چای خوردی؟ آره خوردم خوابم پرید. اکبر آقا تو هم فقط یه رو میذاره چای میخوری؟ تا چای تو میخوری میگه برو. سمت اون مغازه نره اصلا به اینا کاریت نباشه. اینا کیان؟ یه مش خیابون خواب و کارگر. اکبر آقا شبا یه پولی ازشون میگیره میذاره اینجا بخواب. اون وقت به تو یه چیزی هم میده؟ نه بابا فقط شبا کاری به چرت زدن هم نداره. من که گفت مواظب باشم یه وقت نخوابی. اون خودش تا 2 بیشتر بیدار نیست. بعد میگیره تا 6 صبح میخوابه. مثلا میخواد بگه خبر نداره من میخوام. یه جور با هم کنار اومدیم. ولی خوب پولی در میاره. مخصوصا زمستونا. تو هم میخواستی به خوابی یه نداره من بده. نه. من روزا میخوابم. خوش به حالت. من روزا رو موتور کار میکنم. خورشتش دو وعده ایه. چرا این رو بردی؟ به من ربطی نداره. مامانم گفت بیارمشو. مامانت؟ آره دیدتت. کجا؟ نمیدونم. اون ظرفا رو خالی کنم بشورم بدم ببری. فردا میام میگیرمشون. الان کار دارم.
دو قاشقام بدم به این سگه. شما چه ربطی داره؟ غریب گیر آوردیم؟ شما چه ربطی داره؟ نمیذارم بره، بیا بریم بره بیا شما بزن پولیس بیاد آقا کشیش بگیم آه موشه اینجا چه خبره؟ نگرش دار بلش بکنم بره پی کارش بچه مردم داریم میکشیم آفیتونه شما کارت نماشه اگه کارت رو درست انجام میدادی هر کسی نمیمد تو محبته حالا ما بدهکارم شدیم به شما شما از کجا میدونی کاری این بوده؟ تو از کجا میدونی کاری این نبوده؟ نکنه خبر داره کاری کی بوده؟ بابا به خدا من همه ساری اومدم این تو بابا مگه همین شما نبودین گفتین کار کس بیرون بوده؟ دیگه نبوده بچه بابا همین حرفا رو میزنی که علگی بودن میشه میدیره سم میده تو قضی سگو رو همه رو میکشه دیگه یعنی تو این چیز دیگه یعنی تو این چیز دیگه یعنی تو این چیز دیگه ببین داری چی کار میکنی؟ یه دوم دلیل اومدم دنبالش شو غلط کردی آقا دیگه شو سلام. سلام. چی شدی؟ هیچی. خوبی؟ آره. پدر خوبه؟ آره. چرا دنبالم میکنی؟ دنبالت نمیکردم. همینجوری تو خیابون دیدمت. خداحافظ. تو در مورد پدر من چی میدونی؟ میدونی پدر من هیچ پولی نداره؟ یکی هم به من میدی؟ پدر میدونه تو سیگار میکشی؟ نه فقط بعضی وقتا میکشم هرچند دیگه فرقی نمی کنه
کی برشکست شد؟ یه سال میشه. خونه رو چرا باید بده؟ خیلی بدهی بالا آورده. خونه رو بانک میگیره. ببخشید. چی؟ این که مجبور شدی بری. من نمیخواستم اینجوری بشه. چند وقت اینجایی؟ از اولی که اینجا راه افتاده. در آمدت هم که بد نیست. اگه میخوای اینجا کار کنی سرت به کار خودت باشه. من که سرم به کار خودم، فقط میگم پول مفت خوبیه. من از 6 سالگی کار کردم، هیچ کار دیگه هم نکردم جز کار. بعد 60 سال نباید درآمدی داشته باشم؟ شاید رسولم از 6 سالگی کار کرده باشه. پس 40 سال دیگه یاد میگیری چجوری پول در بیاره. ولی خوب تا حالا نذاشتی کسی بفهمه چی کار میکنی. از سر برج جوری با هم کنار میایم، ولی رسول چیزی نفهم. این دروغا چیه به آزر گفتی؟ چطور مگه؟ تو چی از جونه من میخوای؟ مگه چی شده؟ نکنه آذر به خاطر پولت میخواد زنت بشه؟ کاری به کارش نداشته باش. بله میکن. همونجور که تو منو ول کردی اصلا خوب نیست. اگه میدونستی اینو نمیگفتی. 50 سالته خجالت نمیکشی؟ چرا؟
پول میگیری واسه چی؟ به جا شما سه نفر کسیگه اینجا نبوده، بس یکی از شما باید جواب پس بده. من تا صبح اینجا بودیم مثل هر شب. بس اون ویترینه کی زده شکسته؟ اون لباس ها خودشون پخش زمین شدن؟ شاید کار یکی از ما بوده. کار کیا؟ هیچی، من گفتم فقط شاید. کیا؟ حرفتو بزن. آخه یه مش کارتون خواب هر شب اینجا میخوابن. چی؟ تو مغازه‌ای که خالیه. این چی میگه؟ درو میگه، کسی اینجا نمیخوابه. اینجا چه خبره؟ راست میگه؟ تو حرف نزن. تو حرف نزن. آره خب شبا اونجا میخوابن. کارتونایی که روش میخوابن هنوز تو مغازه است. کی میارستشون تو؟ اکبر آقا. چرا تا الان چیزی نگفتی؟ خب اکبر آقا مسئول اینجا چی بگیم؟ گم شو بیرون. کار خودشون. مردی که بارو بیرون. بکنن. بیرون. من نمیخوام بیچاره بکنن. بارو بیرون. من عوض بکنن. اینا نمیخوان من اینجا باشم. گفتم بیرون. تو که هنوز اینجایی؟ گفتم برو بیرون. پرویز برو بیرون. این لباس پشمی هم قاطی بقیه انداختی تو ماشین؟ این داغون میشه. کدوم؟ صبر کن تا بیاد جلو. اون آواش مو قرمزه. کدوم؟ صبر کن. دیدیش؟ اون چیزیش نمیشه. پیر شدی. دیگه به درد کار نمیخوری. تو یه فکری به حال خودت بکن. من کارمو کردم. من که الان دارم کار میکنم. کلن میگم. خوب بپوش. زن بگیر. یکم عرضه داشته باش. خسته نشدی این همه سال هی اینا رو میگی؟ من به خاطر خودت میگم. تو باید از شنیدنش خسته بشی. من بیارزم وقتی اینجا بودم نصف کارهای این مردم رو من میکردم. خب اینم از بیارزگیت بود دیگه. وقتی لباس پشمینه رو در آوردی میفهم.
یادم رفته بود این خونه چه پله‌های بدی داره. آب میخورید یا چایی؟ یه لیوان آب. بفرمایید. دست درد نکنه. احساس زیادی هم نداشتی. یه چیزایی خریدم که قراره بیارنشون. اومدم بهت بگم اینجا رو احتیاج دارم. باید تخلیه کنید. درسته. باید قبلا بهت خبر میدادم. ولی یه دفعه ای شد. پدر فرستادت؟ خب من اینجا رو به پدرت اجاره داده بودم. اجارش چقدره؟ خودم میدمش. مسئله اون نیست. گفتم که لازمش دارم. باشه. برای لوله‌های آبش دارن یکی یکی میترکن. کجا؟ انباری پر آب شده. درست کردنش هم نمی‌ارزه. اونجا اون ته پر آبه. چیکار کنی؟ سلام. سلام. مبارکه. منو چرا دعوت نکردی؟ آدمای زیادی نبودن. یه عقد خصوصی تو محضر بود. جوادی رو دیدی؟ کی؟ صاحب خونه‌ت؟ نه زنگ زد. بیا تو. همینجا خوبه. مزاحم نمیشم. چرا اینجا نشستی؟ یا بیا تو یا برو. من که کاری به کار شما ندارم. دارم شیرینی مو میخورم.
رسول رسول نه پاشو برو سر کارت. من همین الان خوابیدم. نباید بخوابی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا پول میگیری که تا صبح گچ بزنی. اگه نمیتونی بگم یکی دیگر رو بیارم از جات. تو دیگه شورشو در آوردی. بابا اکبر آقاش هم کاری به کار من نداشت. همین که هست. الان من رئیس اینجا. اگه بلند نشی بری سر کارت یه کاری میکنم از فردا نذارم بری سر کار. آقا پرویز من اگه پشت در نیومده بودم که نمیتونستی زیرا به اکبر آقا رو بزنی. یادت رفت؟ میخواستی در نیایی. نیام ببینم یک گوشه گرفته خوابیدی. بمون من دیگه با هات کاری ندارم. کمک کمک هلو سلام. نه اشکان اینجا نیست. نمیدونم. به موبایل زنگ بزن. خب اگه میخواست باهات حرف بزنه جواب میداد. نمیدونم. با یه دختری قرار داشت. نه اسم تو چیه؟ نه یکی دیگه بود. نه من چه میدونم. خداحافظ. چرا اینا رو بهش گفتی؟
اصلا به تو چه رفتی داشت؟ میخواستی موبایلتو جواب بدی. چون من موبایلمو جواب ندادن تو بعد هر چی دلت خواست بگی؟ اگه دروغ گفتن سگه کو؟ چیکارش کردی؟ او سلام و سر برده بود. یه هفته هم تموم شده. کجاست؟ چی بود؟ اونجا نیست. انداختمش تو آشغالا. دروغ میگی؟ اون تو چیه؟ دروغ نمیگم. تو آشغالاست. شب خلوتیه. آره خلوت شده. میری اون لباس ها رو آویزون کنی؟ حوصله‌شو ندارم. قبلن به یه درده میخوردی. خوشت میاد تایی بزنی تو سر من؟ تازگی ها چه زود بهت بر میخوره. نباید بر بخوره. بده میگم خوب بپوش، خوب بگرد، کار بکن، زن بگی. آخه این لباس رو میپوشی؟ لباس نیست. تو یه دست کت و شلوار نداری مرد حسابی. من واسه خودت میگم تو این طول مدت نفهمیدی؟ چرا؟ به خاطر همینم هیچی بهت نمیگفتم. من اگر بهت گیر نداده بودم که سر این کارم نمیرفت. سلام پرویزم، خوبی؟ پدر خونه هست؟ نه باش کار نداشتم، فقط میخواستم بگم شام میام خونه. آره خداحافظ.
سلام. 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 چرا وایسادی؟ بشین. چرا با بطری آب میخوری؟ من همیشه با بطری آب میخوردم. بعدش هم همیشه پرش میکردم و دوباره میذاشتمش توی یخچال. آشپزیت خوبه ها؟ بیا بشین تا شام حاضر شه. میام. اتاق خوابتون خیلی به هم ریخته است. یکم مرتبش کنید. بشین. شده؟ هیچی. و چرا اومدی؟ اومدم بهت سر بزنم. خوشحال نیستی؟ قبلا شام سبک میخوردی. پدر معمولا غذاشو بی نمک میخوره. میدونم. این غذا برای سلامتیش خوب نیست.
میخوای از این بعد تو غذا درست کنی؟ من 15 سال براش غذا پختم. دیگه نوبت توه. شامتو بخور. من اومدم باهاتون حرف بزنم. شما که تو هر رستورانی میتونستم بخورم. همیشه اینقدر روم غذا میخورید؟ هیچ حرف نداریم به هم بزنید؟ اینجا سیگار نکش. چرا؟ چون من میگم اینجا خونه منه. من الان مهمونتم، یکم مؤدب باش. بردار. بازم سیگار نمیکشه. چرا؟ فقط جلوی تو نمیکشه. کجا؟ برو بیرون. داری دوباره از خونه بیرون هم میکنی؟ بیرون؟ من امشب هیچ جا نمیرم. تو هم نمیری، آذرم نمیره. میخواییم با هم حرف بزنیم. توی این مدت همش داشتم فکر میکردم. به چی؟ خیلی چیزا. گفتم که فقط خودم. چی میخوای؟ نمیخوای بشینی پیش پدر؟ بگم